منشی امیر، کارشناس مسائل خاورمیانه به ما پیوسته. چقدر فکر میکنید که نزدیک هستیم به یک یورش زمینی و چقدر فکر میکنید که چالش های پیشبینی نشده ممکنه متوجه ارتش اسرائیل بشه در این یورش؟ مسلما ما باید منتظر بسیاری از رویدادهای غافلگیر کننده از جانب حماس باشیم، همان گونه که ارتش اسرائیل هم عملیات غافلگیر کننده ای رو برای حماس پیشبینی کرده و میخواد انجام بده. همونطور که پیشتر گفتم، حماس از طریق میمگذاری ها، بمبگذاری توی جاده ها، بمبهای تله‌ای در دیوار خانه ها، بمبهای در ورودی و خروجی تونل های زیرزمینی که 5 کیلومتر نه 500 کیلومتر سعی میکنه که پیشرفت ارتش اسرائیل رو دشوار بکنه. از یک طرف حماس سعی میکنه که بیشترین تلفات رو به سربازان اسرائیلی وارد بیاره. این برای ارتش اسرائیل موضوع خیلی مهمی هست. هر اندازه تلفات بیشتر باشه به نیروی بازدارندگی اسرائیل صدمه بیشتری وارد خواهد شد. به همین جهت هم حماس سعی میکنه با توجه به اینکه جان افراد خودش کوچکترین ارزشی برای خودش نداره، به شیوه های متوسل بشه، بیشتر شیوه های چریکی نه شیوه های جنگ سنتی، که بیشترین تلفات رو به ارتش اسرائیل وارد بیاره. ارتش اسرائیل هم متقابلا تلاش میکنه که در عین اجرای حملات و ماموریت های خودش کمترین تلفات رو داشته باشه. مشکل بزرگ دیگر مسئله گروگان ها هست که نمیدونیم در کجای غزه پنهان شدن، ولی اسرائیلی ها میگویند که اگر ما شناسایی بکنیم که اینها رو کجا مخفی کردن، میتونیم با شیوه های خاصی که در گذشته هم اینها رو تجربه کردیم و خیلی نتیجه بخش باشه، کمترین تلفات رو وارد بشه به گروگان ها و بتونیم اکثر اونها رو نجات بدیم. الان برای اسرائیل مسئله گروگان ها در کنار حمله به غزه یک مسئله بسیار مهم و حیاتی است. هر روز ما اعتراض های بیشتر، تظاهرات بیشتری میشنویم از جانب شهروندان اسرائیلی و از جانب خانواده ها. امروز میگن که 203 نفر به گروگان گرفته شدن. احتمال زیاد میره که این شمار خیلی بالاتر باشه از این رقم، به خاطر اینکه 300-400 جنازه هنوز در اختیار ارتش اسرائیل که تشخیص هویت نشده. معلوم نیست که چند نفر از اونها خرابکاران فلسطینی هستن، چند نفر شهروندان غیر نظامی اسرائیل هستن و چه کسانی به گروگان رفتن. این مسئله برای اسرائیل خیلی ممکنه مشکل زا باشه. فرداش که شب شنبه است، قرار است که خانواده های ربوده شدگان بیایند و در روبروی وزارت دفاع اسرائیل سفره شب شنبه رو بچینن و این روی افکار مردم اسرائیل تأثیر زیادی خواهد داشت. از یک طرف حس وارد کردن ضربه به حماس رو بیشتر خواهد کرد و از طرف دیگه به ارتش اسرائیل یادآوری خواهد کرد که چه باید بکنه که کمترین تلفات انسانی رو داشته باشه. آقای امیر، اسرائیل با نبرد و جنگ و درگیری های این چنینی ناآشنا نیست. از ابتدای تشکیل این کشور، یک روز بعد از تشکیلش، جنگ های این چنینی داشته، اما هرگز به دنبال نابودی کامل دشمنش نبوده. اگر اشتباه میکنه من اصلاح بکنید، یعنی نه با اردن، نه با سوریه، نه با مصر، نه موقع که تشکیلات خودگردان شاخه نظامی فعالی داشت، هیچ موقع به دنبال حذف کامل نبود. این اولین بار هستش که به دنبال حذف دشمنش، اینطور نیست؟ نه، این بار نه، کاملا درست میگید. اسرائیل در راه حذف نبوده، بلکه در راه شکست دادن بوده، در راه وارد کردن چنان ضرباتی بوده که اونها یک قدرت بازدارندگی برای اسرائیل به وجود بیاره که بعدها دشمن یا طرف متقابل جرأت حمله دوباره رو. ولی در کلام میگن میخوایم حماس رو حذف کنیم.
حذف کردن نه به عنوان یک جنبش سیاسی و ایدئولوژیک، بلکه حذف کردن از قدرت، یعنی حکومت رو ازشون بگیرن، نیروهای نظامی رو بگیرن و راه رسیدن کمک‌های مالی و تسلیحاتی رو به اونها ببندند. البته کمک مالی تقریبا غیر ممکنه الان با بیت کوین و رمزارزها، انتقال پول به حماس بسیار کار آسانی هست، ولی اسرائیل میگوید که اگر ما حماس را از قدرت بیاندازیم، اون موقع یک خلأ حکومتی و مدیریتی ایجاد میشه که این خلأ رو باید راه حلی براش پیدا کرد و طوری این رو پر کرد، یا بدن با آقای محمود عباس که این رو بعید میدونم، یا از داخل خود غزه یک افراد و گروه های بیاین و حاضر به حکومت باشن، و یا یک شورای کشورهای عرب یا کشورهای عرب و اسلامی اونجا رو اداره کنه. به هر حال تمام این راه حل ها بسیار بسیار دشواره و حماس به عنوان یک جنبش باقی خواهد ماند، ولی شاید ناتوان، ضعیف و زخمی. سپاسگزارم. منشا امیر، کارشناس مسئله خاورمیانه، اینجا در اورشلیم با ما. سپاسگزارم.